من دکتر شهریار وزیری تبار در این قسمت میخوام در مورد بیماری مسکولار دیستروفی یا ضعف عضلانی با شما صحبت کنم. بیماری ضعف عضلانی بیماری ژنتیک که از پدر و مادر وقتی میان و فرزند تشکیل میشه با ژناشون انتقال پیدا میکنه. انتقال ژن از روی ایکس کروموزوم مادر هست، کروموزوم ایکس مادر که میاد و ضعف عضلانی رو در بچه به وجود میاره و وقتی ضعف عضلانی به وجود اومد این انواع اقسام داره. ضعف های عضلانی مثل دوشن، مثل بیکر، مثل لیمپ گریدل، مثل فاشیال اسکاپولار و خیلی 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 ضعف های عضلانی دیگه 7-8 نوع دیگه هست، ولی شایع ترین ضعف عضلانی دوشن، بیکر و لیمپ گریدله که تعداد 90% بیماران ضعف عضلانی تشکیل میده. به این صورتی که فرد قادر به راه رفتن و بلند شدن از جای خودش نیست و عضلات روز به روز قدرت خودشون از دست میده. سلول های بنیادی که در تمام سایت های پزشکی جهان مشاهده بکنید ببینید تنها راه درمان برای ضعف عضلانی، چون دارویی براش وجود نداره به هیچ عنوان. اما خوشبختانه استمرژین این محصول خارق العاده با آزادسازی سلول های بنیادی روزانه هر 1000 عدد استمسلی که وارد جریان خون میشه 89 فیبر جدید عضله میسازه. وقتی ما صحبت از میلیون ها استمسل آزاد شده به وسیله استمرژین میکنیم در حدود 6 ماه راجع به یه چیزی حدود 640 میلیون فایبر عضله صحبت میکنیم که دوباره سازی میشه، نوسازی میشه و فرد به حیات واقعی خودش برمیگرده. ما نمیتونیم ژن رو تغییر بدیم ولی میتونیم عضله جدید برای فرد ایجاد کنیم. میتونیم زندگی فرد رو به عادی تبدیل کنیم، به زندگی خوب تبدیل کنیم. بیماران بسیار زیادی در ضعف عضلانی تحت درمان بودن، نتایج بسیار خوبی گرفتن. شمایی که ضعف عضلانی دارید خوشحال میشیم اگه بتونیم کمکتون بکنیم و شما هم به زمره بیماران درمان شده ما بپیوندید.